از زن دل همراهان گرامی سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. باز هم برگشتیم با چند موضوع مهم از کشور ایران در مورد مهاجرین افغانستانی. دوستان نهایت عزیز، باز هم مسئله ثبت مهاجرینی که از مشکلات در ایران رنج میبره و یا در جستجوی اسکان مجدد هست در سازمان ملل، روی این موضوع میخوایم صحبت بکنم. به دلیل اینکه اکثریت دوستا بازم کامنت ها و پیام هایی را برای ما روان کرده بود که تا 11 آبان ما وقت داشت، از بابات وقت نداره. دوست می در مورد برنامه میسازی و این مواردی که ما برای شما میگم دوستا کلا از سایت خود سازمان ملل هست، سایت سازمان ملل در کشور ایران، و همچنین مواردی که مهم هست خیلی ها زیاد میخواییم در برنامه و مسائل با شما در میان بگذارم. دوستان نهایت عزیز، اگر شما یک بار مراجعه بکنین به صفحه سازمان ملل، در اونجا واضح نوشته هست همه موارد. یک بار بیم با هم میریم میبینیم که موضوع از چی قرار است. اینجا گوگل خواهم که شما میشناسید، مطمئن هستم در روی جستجوگر گوگل نوشته میکنین سازمان ملل، سازمان ملل در ایران، روی زی کلیک کنید و همین قسمی سفر برای ما شما باز میکنه و روی زی کلیک میکنیم میایم همچین یک صفحه باز میشه. این وبسایت خود سازمان ملل یا کمیسیون سازمان ملل در کشور ایران هست و اینجا میایم آخرین اخبار دی بغل. اگر شما متوجه باشید دوستان، دی بغل آخرین یک خوش آمدگویی است، دومش آخرین اخبار است. ما شما روی آخرین اخبارش کلیک میکنیم و اینجا هم هست. خب اخبار آخرین اخبارش است که اطلاعیه هاش هست در 8 آبان یک اطلاعیه اینو صادر کرده. روی امزی اطلاعیه صادر کلیک میکنیم، اینجا نوشته کرده دوستان: به اطلاع میرسانیم ایمیل بخش حمایتی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یعنی کمیساریا با فرم تماس آنلاین جایگزین شده است و افرادی که به اجبار بجا شده و یا بی‌تابعیت هستند و اکنون ساکن ایران هستند می توانند سوالات ضروری خود را از طریق آن مطرح کنند. این بدین معنی هست که از 11 آبان ما 1433 ایمیل های ارسال شده دیگر پردازش نمی شود. این فرم تماس آنلاین را می توانید در صفحه کمک کمیساری و یا از طریق لینک زیر مشاهده کنید. دوستان اینجا 11 آبان ما را ذکر کرده، ولی اکثر دوستان ما شما متاسفانه بگوییم ما بدبختانه برعکس ما متوجه شدن. اینجا به وضاحت برای شما تشریح داده، قبلانا که بود سه راه ارتباطی داشتیم ما شما: از طریق نمبر های تماس، از طریق ایمیل آدرسی که اونا برای ما شما داده بود و همچنین از طریق فرم آنلاین. و فعلا گفته که دو طریقش مکمل بند شده که از جمله تماس هست و همچنان ایمیل آدرس. کسایی که ایمیل میکنه ایمیل هایشون پردازش نمیشه و فقط چیزی که مانده امی فرم آنلاینشون هست که من دوبار برای شما مکمل واضح تشریح کردم که از چه طریق باید اونا را پرو بکنید و فقط همه موارد تبدیل شده در فرم آنلاین. خود از اینجا میتونید شما فرم پیدا بکنید. دوستان میریم روی زی کلیک میکنیم روی زی لینک. این نوشته که چگونه با کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران تماس بگیریم. اینجا گفته تمامی افرادی که بلاجبار بیجا شدن یا به تابعیت هستن اکنون ساکن ایران هستن میتونن از کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اطلاعات و حمایت دریافت کنند. لطفا برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره خدمات ارائه شده توسط کمیسری به همین وبسایت، یعنی کمک به صفحه خدمات ارائه شده برای افرادی که بلا اجبار بیجا شدن یا به تابعیت هستن اکنون ساکن ایران هستن رجوع کنید. دوستان یک چیز متوجه باشین، همین سفر من قبلا برای شما واس کرده بودم، اگر گزارش های دیگر بر تماشا بکنین اونجا متوجه میشین و در این بالا اگر بزنین چند مورد محدود را برای شما میاره که هم خیلی مهم هست و اگر بخواین که امون مشکل خود مستقیما توسط فرم پر بکنین باید بیاین پایین در این مرحله که اینجا با کلمه بولت با حروف بولت نوشته است که توجه بولت یعنی دبل، یعنی از دیگر حروف ها کده از دیگر نوشته ها کده پاراگراف ها کده یه دبلتر هست. میشه از توجه داشته باشد که شماره تلفن های کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل یونیچار کانال اصلی ارتباط با تمامی افرادی که بلا اجبار بجا شده اند یا به تابعیت هستن اکنون ساکن ایران هستن لطفا برای مطرح کردن موارد ضروری برای ما بنویسید. لطفا این فرم رو تکمیل کنید. اینجا که بزنیم مستقیم روی از موضوع مره. اول میرم در بالا موضوعاتی که بسیار زیاد مهم هست و خود کمیساری هم درک کرده که
مهاجرین در کشور ایران هست با این مشکلات زیادتر روبرو هستن. روی که کلیک بکنیم همچین یک صفحه باز میشه و این خدماتی هست که اینا دارن، مثلا خدمات حقوقی هست، ثبت ولادت هست، ثبت و ارائه مدارک هست، ارائه مشاور توسط کمیساری است، خدمات روحی روانی و اجتماعی، اشتغال و سلامت و تحصیل. در این بخش ها که مشکل داشتین مستقیما میتونین مشکل خود هم از این طریق با اونا در میان بگذارین و حل بکنین. فرض بگیرین ما بخش ولادتش میزنیم، نمیشته بکنیم اینجا رویش کلیک کنین، مستقیما صفحه برای ما شما باز میشه. دوستان اینجا مکمل در مورد اهمیت ثبت ولادت برای ما شما گفته. دقیقا ما شما هم میفهمیم کسی که تذکره نداشته باشه به گفته عامیانه ما شما ولادت او ثبت که میشه و تذکره باید برشون گرفته شه. کسی که تذکره نداشته باشه این تحصیل کردن میتونه به این معنی که بعد از 4 و 5 در مکتب شما اطمینان شما تذکره میخواین، این گواهینامه رانندگی گرفتن نمیتونه، این پاسپورت گرفتن نمیتونه، این حتی ازدواج نمیتونه، به دلیل اینکه وقت ازدواج رسمی بکنی در محکمه از شما تذکره هر دو طرف میخواین و این اشتغال پیدا نمیتونه، به خاطر اینکه در اکثریت جای که شما به خاطر شغل پیدا کردن میریم میگه تذکره خود بیار، به خاطر که تذکره شما را کاپیش پیش خود قید میکنه که سبار نو مشکلی پیدا شوه از طریق هم تذکره شما را پیدا بتونه. وقتی تذکره نداشته باشی حتی شغلم برای خود پیدا نمیتونی. این به این معنی هست که تذکره به چه میزان مهم هست برای ما شما. و اینجا برای ما شما گفته مراحل ثبت ولادت فرزندان اتباعی خارجی و این یک شرط داره که حتما مادرش باید کسایی که در ایران ثبت میکنه باید ایرانی باشد. بعد از تولد کودک بود در بیمارستان مراکز مراقبت های بهداشتی اطمینان حاصل کنید که مرکز مراقبتی بهداشتی بیمارستان به شما گواهی زایمان ارائه بکنه. وقتی که یک طفل در بیمارستان تولد میشه حتما اونجا هم برای مادر گواهی زایمان میده و هم برای طفلش همو کارت تولد برشان حتما میده. دو، اگر مدرک اقامتی معتبر دارید یا گواهی زایمان به اداره اتباع رجوع کنید تا سند یا همان گواهی ولادت برای نوزاد خود دریافت کنید. چنانچه در زمان ولادت فرزند فاقد مدرک اقامتی معتبر هستید، واقعه ولادت در مرکز درمانی ثبت خواهد شد، اما شما پس از کسب مدارک اقامتی معتبر می توانید برای دریافت گواهی زایمان سند ولادت اقدام کنید. دوستان متاسفانه در کشور ایران قسمی قانون هست، وقتی که شما طفلتون زمان تولدش فرا میرسه و میبرید بیمارستان باید خود شما یک سند معتبر اقامتی داشته باشد. چه کارت هوشمند باشد، چه کارت آمویش باشد، چه برگه سرشماری باشد، پاسپورت باشد، پاسپورت خانواری باشد و یا ویزای معتبر باشد، اینا 100% باید داشته باشد. در غیر صورت نه برای شما گواهی زایمان برای شما میتن و نه برای شما کارت تولد. زمانی که گفته هر زمانی که شما صاحب این مدارک شدین این موارد کلش پیش بیمارستان ثبت است و او زمان میتونین با این مدارک دست داشته خود برین هم گواهی زایمان بگیرین و هم کارت تولد. و مرحله چهارم است که برای زایمان در منزل علاوه بر موارد بالا دو شاهد باید واقع تولد را در برابر مراجع ضلع یعنی شورای شهر یا فرمانداری محل سکونت شما گواهی دهد. دوستا اکثر از ما شما به خصوص فعلا در افغانستان خیلی خیلی زیاد رواج هست و کسایی که از افغانستان در کشور ایران رفتن مینام کوشش میکنه که طفلش در خانه متولد شه. اگر در خانه مشکلاتش زیاد شد یعنی که تولد نشد خانه او مجبور شدن انتقال بده به بیمارستان. می کسایی که در خانه تولد شده یا متولد میشه باید دو دنه شاهد معتبر حتما داشته باشه که اونها در مقابل حاکمان ضلعی اون منطقه با شهادت بیتا امی واقع امی کشور یا امی ساحه به خود پیوسته بود ما شاهدش بودیم. و اینجا کسایی که سواد نداره تصویر مکمل برای شما نوشته کرده و همه چیزه هم تصویر نشان داده و هم نوشته کرده و در پایینش هم تمام موارد هستی که برای کودکان زیر 18 سال و بعد حتی برای کودکان نه گفته نمیشه افراد بالغ بالاتر از 18 سال اونا که مدارک نداره میتونن اقدام بکنه و کمیسیون سازمان ملل با اونا حتماً همکاری خواهد کرد. خب دوستان این موارد ما شما دیدیم، میریم فرم یک بار دیگه هم برای شما تشریح میکنم به دلیل از اینکه اکثریت دوستان گفته بود که ما نمیتونیم پر بکنیم. دوستان وقتی که ما برای شما گفتم در این جمعی سایه که از کلیگ دولتر هست اینجا کلیک بکنیم یک کلمه انگلیسی هست بازی صفحه دیگه باز میشه برای ما شما، یه خود فرم هست که بول فقط فارسی و انگلیسی داره که ما شما فارسیش انتخاب میکنیم و اینجا تشریحاتش هست مکمل
و اینجا مستقیما از اینجا فرم شروع میشه. اینجا نمیشه که بدین واسطه با ارسال این فرم تایید میکنه که با اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی خود با کمیسری عالی پناهندگان سازمان ملل و شرکای به منظور دسترسی بهتر به خدمات حمایتی در ایران برای خودم و واسطگانم در صورت امکان موافقت مینمایم. اگر بله را بزنی فرم برای شما باز میشه، اگر نه خیر بزنی فرم باز نمیشه. این گفته برای شما گفته ما موافقت این شما تعهد میگیره که اگر اطلاعات شخصی شما را ما به اشتراک به اختیار شرکای خود یا کسایی که با سازمان ملل کار میکنه به اختیار زنا بانیم، شما کدوم مشکلی نداره. و اگر بگویم درست است آن فرم برای شما باز میشه، اگر بگویم نه من مشکل دارم فرم برای شما همینجا بسته میشه. خب در ادامه که این درخواست یا سوال را قبلا از طریق دیگر کمیساری های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مطرح کرده اید، ما نوشته میکنیم نه. چه سال واردی ایران شده اید؟ سال میلادی را باید نوشته بکنید که مثلا 2020-2021 هر سالی که اینجا شما وارد شده نوشته بکنید. کشور محل زندگی فعلی شما کجا هست؟ ایران هست، افغانستان، ترکیه، پاکستان و دیگر کشورها. دوستان این توجه داشته باشه 100% ایران انتخاب بکنید، به دلیل که این خدمات تنها برای ایران هست. اگر شما کشورهای دیگر انتخاب بکنید مطمئنا فرم ثبت نمیشه و شاید در می اول در قسمت ثبتش مشکلی برای شما ایجاد شود. سکونت یا استان محل سکونت شما کجا هست؟ در استانی که زندگی میکنید، اینجا کل استانها یا کلان شهرها در اینجا هست، شما میتونید امو جای را سرش کلیک بکنید که دمیج مثلا زندگی. مثلا ما کرمان میزنیم. نام خانوادگی شما چی است؟ مثلا نوشته کردیم احمدی. نام خودتون چی است؟ نوشته کردیم جواد. نام پدر مثلا علی. شماره تماس هر نمبری که داشتین اینجا ذکر میکنید. دوستا بازم برای شما میگم که اکثریت کسا در این قسمت مشکل داشت، میگفت نمبر من قبول نمیکنه. بعضی نمبرها مشکل داره، واقعا قبول نمیکنه. شما میتونید از نمبر برادر، خواهر، پدر، مادر و یا دوست اقارب نزدیکتان استفاده بکنید، به دلیل اینکه این نمبر فقط به خاطر است که شما آگاه شین و خبر شین که اونا برای شما زنگ چه وقت میزنه و برای شما برای مصاحبه و بعض مدارک خواستن مدارک میخواین. ایمیل آدرس یا ایمیل برایشون نوشته میکنین، از خود اگر نداشتین از دوستایتون از ایمیلش استفاده بکنین. و همچنان نمبر واتساپ هم خیلی ضرور هست که نمبر واتساپ هم باید به اینجا ذکر بکنین. ملیت شما کجایی هست؟ افغانستانی، آذربایجان، بحرین، هر جایی که بود. دوستان اینجا ملیت هدف از کشور شما هست، کجایی هست، از کدوم کشور هستین. یکی از قوم بودن نیست، قوم یا هزاره، تاجیک، پشتون، این چیزا هدفش نیست، فقط از کشور هست که ما شما افغانستان را انتخاب میکنیم. گروه سنی از 17 به پایین بودین اول انتخاب میکنین، از 18 تا 24 بودین دوم را، از 25 تا 59 بودین سوم، از 60 به بالا بودین چهارم را انتخاب میکنین. جنسیت شما چی است؟ مرد، زن و دیگر بعض کسا دو جنسه هست. هر کدومش که بودین نمیجا انتخاب میکنین. مثلا نوشته بکنین مرد. نام مدرک که فعلا شما در ایران با او زندگی میکنین چی هست؟ کارت نمایش هست، کارت هوشمند هست، هر چیزی که بود اینجا نوشته هست. کارت نمایش، پاسپورت منقضی شده و هر چیزی که بود نوشته میکنین. و از دو مدرک هم بالاتر شما حق ندارین که این ثبت بکنین، فقط دو مدرک. و کوشش کنین یک مدرک خود ثبت بکنین، و دلیل از اینکه در پایین فقط چون شماره شناسایی و شماره مدرک شما را شما میخواین، در اینجا فقط جای یک دانه شماره داره. به او دلیل خوب است که یک مدرک ثبت بکنین. فرض بگیرین اگه برگه سرشماری بزنین در اینجا همو کدی اختصاصی که برای شما هست همو رو میخواه. پاسپورت بزنین در اینجا نمبر پاسپورت شما رو میخواه. هر چیزی که بود اینجا باید هم نمبر هم همو مدرک خواهد در اینجا ذکر بکنین. اینجا درخواست هستی شما. درخواست شما از سازمان ملل چی هست؟ به خاطر چی شما یه فرم ثبت کردین؟ هر موضوعی که بود در اینجا خیلی زیاده هست. هر کدومشون که سر خورد میره تیک میکنیم، مثلا ثبت شکایت را، یا دومیش هم یک موضوع دیگر را کمک به کودکان تیک میکنیم. بعدش در پایین که هست اینجا دوستا شاید یک 5000 کلمه در اینجا جای شده. شما مکمل تشریح میتونید مشکلی خود، در مشکلی که داشتین در اینجا به شکل بسیار مفصل برشان تشریح میکنید که من در ایران در فلانی استان زندگی میکنم، مصروف فلانی کار هستم و فعلا مواجه با این مشکلات هستم، این رقم و رقم و درخواست خوده به شکل غریزه کلان برای زنان نوشته میکنین. بعد از او در قسمت ارسال کلیک میکنین و همین فرمی که شما ثبت کرده نی ارسال میشه به مو و ثبت میشه در سازمان ملل. بعد از او قسم گیمیل برای شما میه که ایمیل در گوشی صفحه شما دیده میتونین. این قسم گیمیل تاییدی میه که از طرف
ایران تهران پرودکشن از طرف از اینا ایمیل میه و دو زبان هست، هم انگلیسی هم فارسی، که گفته ای فرم شما، فرمی که شما تکمیل کردین یا فرم پر کردین اینا برای ما رسید و ما امشالله بزرگترین وقت ایره بررسی میکنیم و نتیجهش برای شما شریک میسازیم. دوستان هم مقدر آسان، هم مقدر راحت بود، بازم خدا کنه حل شده باشد. اگر سوال بود، پیشنهاد بود، میتونه سرخ کومند با ما شریک بسازید. و بازم برای شما میگم که 11 آبان ما فقط برای زی است که زین از 11 تاریخ 11 آبان شما نمیتونه سرخ تماس و یا هم از طریق ایمیل آدرس با اونا ارتباط برقرار بکنید. فقط میتونین از دو طریق، یا حضوراً تشریف ببرین و یا یکی همی فرم که ما به شما آموزش دادم از طریق این فرم مشکلات خود ثبت بکنین و به گوش از اونا برسن. خب دوستای نهایت عزیز، بازم معذرت میخوام به دلیل که کمی مشکلات صحی داشتم، ریزش کرده بودم، گلونم گرفته بود، به خاطر شد برای شما خسته کن تمام شده باشد. نگه تا گزارش دیگه و ویدیوی دیگه شما رو به خداوند کریم و رحیم میسپارم. تا درود دیگر، بدرود.